سلام و وقت بخیر. با خبر 6:30 و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 دلو سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. خواست روسیه برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. افغانستان اسلامی امارت ډیر راسته دي چې دوی پورې اړه لري او دوی کولی شي چې یو ښه سیاسي دریځ غوره کړي او خارجي سیاست کې تغییر راولي. واکنش های ملی و جهانی به بازداشت دو خبرنگار در کشور. به گونه وحشتناکی که دسا اینها را به پشت سر بسته می کنند و بعد از خریده های سیاه به چهره های اینها که روی اینها را می پوشانند. گشایش بخش جراحی قلب شفاخانه صحت طفل. بخش جراحی قلب برای اطفال در شفاخانه اندراباندی فعال شده و امروز همه ما جمع شدیم که این موفقیت رو جشن بگیریم. تلاش های قطر و امریکا برای همکاری های بیشتر میان همدیگر و قطع کامل برق کارخانه های صنعتی. من بهرام امان میزبان شما هستم. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان یک بار دیگر از آمادگی کشورش برای میزبانی از گفتگوها میان امارت اسلامی و جبهه مقاومت سخن میگوید. از سوی هم منابع در جبهه مقاومت از دیدار میان عبدالغنی برادر و احمد مسعود در مسکو خبر میدهند، اما کابل دیدار میان دو طرف را تایید یا رد نمیکند. شیرشاه رسولی جزئیات میدهد. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان درست در زمانی از آمادگی کشورش برای میزبانی نشست نمایندگان حکومت سرپرست افغانستان با نمایندگان جبهه مقاومت سخن میگوید که یک منبع غیر رسمی اما نزدیک به احمد مسعود به تولونیوس گفته است که به تازگی این چنین یک نشست در مسکو صورت گرفته است. بر بنیاد ادعای این منبع، ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا با پادرمیانی روسیه در مسکو با احمد مسعود دیدار داشته است، اما تا اکنون هیچ منبع رسمی این دیدار را تایید و یا رد نکرده است و اگر این نشست برگزار هم شده باشد جزئیات آن به دسترس نیست. تا نوز در مورد سفر به کدام کشور از جناب ملا برادر خواند به گونه رسمی چیزی به دست نیامده. از سوی هم زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس از آمادگی کشورش برای میزبانی اینچنین نشست خبر می‌دهد، اما آن را وابسته به علاقه‌مندی دو طرف خوانده است. درباره میزبانی مسکو از نمایندگان مقام‌های تازه و نیروهای مخالف ما بارها آمادگی مان را نشان داده ایم، اما این کار در صورت تمایل آنان انجام خواهد شد. این گونه نشست میان دو طرف برای نخستین بار چندی پیش به میزبانی تهران انجام شد که در آن امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با احمد مسعود و اسماعیل خان گفتگو کرده بود. در آن زمان نیز به دوام اینچنین گفتگوها تاکید شده بود. دیدار ملا برادر اگر با احمد مسعود در هر جایی که صورت گرفته باشه یا انجام بشه کار است، امر است خیر و در این باید منافع وطن خود ما در نظر بگیرین و گام برای جلوگیری از جنگ در داخل افغانستان خواهد بود. تنها گفتگو و مذاکره میتواند سبب ایجاد یک تفاهم ملی و همبستگی ملی در کشور شود. امیدوار هستم گفتگوهای اخیری که انجام شده میان طرفها نتیجه قابل قبولی را بر مردم افغانستان به دنبال داشته باشد. همزمان با برگزاری نشست اسلو نیز گزارش‌های درباره سفر ملا عبدالغنی برادر و احمد مسعود به مسکو برای گفتگوی رو در رو دست به دست شد، اما وزارت خارجه روسیه در آن زمان آن را رد کرد. با دوام تاکید جامعه جهانی بر تشکیل حکومت فراگیر، نماینده روسیه برای افغانستان نیز گفته اگر طالبان یک حکومت فراگیر ایجاد کنند تحریم ها بر آنان برداشته خواهند شد. زمیر کابلوف بر ادامه پیکار با هراس افغانی و مواد مخدر در افغانستان نیز تاکید می ورزد. آقای کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس از احتمال برگزاری دور بعدی نشست ترویکه توسعه یافته در کابل تا آخر ماه فوریه نیز خبر داده. فریده سیال جزئیات می دهد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به خبرگزاری تاس روسیه گفته است که اگر طالبان یک حکومت فراگیر از طریق یک گفتگوی ملی ایجاد کنند شاید تحریم‌ها بر آنان برداشته شوند. اگر حکومت طالبان برای تکمیل روند صلح میان افغانان گام‌های جدی بردارند
دولت ملی را ایجاد کند که از دید قومی و سیاسی متوازن باشد و به پیکارش در برابر تهدیدهای هراس افغانی و مواد مخدر ادامه بدهد، در آن صورت شاید همه تحریم ها بر این کشور برداشته شوند. در واقع ده چه طالبان او یا افغانستان اسلامی امارت دیر اغسطی چه دوی پوری اړه لري او دوی کولیسی چه یو خ سیاسی دریز غوره که او خارجی سیاست که تغییر اولی. آقای کابلوف از برگزاری دور بعدی نشست ترویکای توسعه یافته تا پایان ماه فوریه در کابل خبر می دهد. دیر خبری دی امریکایی چارواکو تا پر بنسخ ماندی دیزه که امریکا اعلان کرده در پخوانی شرایطون ترسیوی سی منگا که سرتیری کرا خوشی سی منگ در افغانستان طالبان دولت پر اسمیت پیزنو. نبینان در کلچ امریکا کم اقدام کهی نور نری هم دیگه تر شاه پر خامخه اقدام کهی. هرچند نزدیک به 6 ماه از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان میگذرد، اما تا کنون هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. حق کار برای بانوان، رفتن دختران به مکتب ها و مسئله حقوق بشر از مسائل اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی هستند. اما کابل میگوید که تمامی شرایط برای به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساختند. از سوی دیگر بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز در کابل با واکنش‌های نهادهای ملی و جهانی روبرو شده. نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، سازمان عفو بین الملل، خانه آزادی بیان و نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان از امارت اسلامی خواهان روشن شدن این مسئله شدند. هرچند همکاران و اعضای خانواده این دو خبرنگار گفتند آنان از سوی امارت اسلامی بازداشت شدند، اما مسئولان امارت اسلامی بازداشت این دو خبرنگار را تایید یا رد نمی‌کنند و می‌افزایند رسی ها در این باره آغاز شدند. مدینه مروت. مسئولان شبکه آریانا نیوز میگویند که عبدالوارث حسرت مجری برنامه های سیاسی و محمد اسلم حجاب خبرنگار این تلویزیون پس از چاشت روز دوشنبه از نزدیکی ساختمانی شبکه از سوی امارت اسلامی بازداشت شدند و به جای ناروشن انتقال یافتند. همکاران و خانواده این دو خبرنگار میگویند که با گذشت یک روز تا اکنون از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارند. به گونه وحشتناکی که دسای اینها را به پشت سر بسته می کنن و بعد از خریطه های سیاه به چهره های اینها که روی اینها را می پوشانن و به موترهای رنجر که از پلیس های سابق هست استفاده کرده اینها را می برن به جای نامعلوم. در اوز پوری آنه زی معلوم ده چه داشت انتقال شویدی کورانه یه طول به تشویش کده، اولادونه مور و پلاره طول به تشویش کده. مونگ در افغانستان اسلامی امارت سخه غوارو چه داخل روح سالم بیر تخبول کورانه و تره حس بری. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، سازمان عفو بین الملل و خانه آزادی بیان با پخش اعلامیه های در این باره واکنش نشان دادند. بازداشت خودسرانه دو خبرنگار آریانا نیوز از سوی طالبان غیر قابل توجیه است. چنین حمله های فزاینده در برابر آزادی رسانه ها تهدید جدی در برابر حق آزادی بیان است. طالبان باید بی قید و شرط و بی درنگ آنان را آزاد بسازند. خانه آزادی بیان افغانستان از گروه طالبان می خواهد تا به صورت فوری این دو خبرنگار را از بند رها بکنه و بر آزادی بیان تمکین داشته باشد. امارت اسلامی هرچند بازداشت این دو خبرنگار را تایید و یا رد نمی کند، اما می گوید که بررسی ها در این باره آغاز شدند. در جریان هستیم ولی در صدد معلومات هستیم که معلوم شوه که آیا واقعا بازداشت شدند و یا قضیه از چه قرار است. این در حال است که بیش از 15 روز از ناپدید شدن تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل دو فعال عرصه حقوق زن در کابل می گذرد و تا اکنون از سرنوشت آنان نیست خبری نیست. همین گونه بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از ناروشن ماندن سرنوشت 6 تن که در دو هفته پسین پس از اعتراض ها در کابل ناپدید شدند ابراز نگرانی کرده و خواهان اطلاعات درباره مسئولیت آنان شده است. بخش حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه گفته است با آنکه مقام های کنونی از بررسی ها در این باره خبر دادند، اما تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست. در این اعلامیه آمده که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد با گزارش های دست یافته که بیانگر بازداشت های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری با فعالان جامعه مدنی، کارمندان رسانه ها، کارمندان پیشین دولت و نیروهای امنیتی در افغانستان است. تجلا کودک دو ساله‌ای که از بیماری قلبی رنج می‌برد و قرار است در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی عملیات جراحی قلب شود.
مادر این کودک میگوید که به علت چالش های اقتصادی تا اکنون نتوانسته است کودکش را برای درمان به بیرون از کشور ببرد. هیچ شخصی نرفته مینیم جست توکل به خدا خداوند جورجی بسازه. با این حال برای نخستین بار بخش عملیات قلبی اطفال در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی از سوی وزارت صحت عامه با همکاری مالی یک نهاد جهانی گشایش یافته است. بخش جراحی قلب برای اطفال در شفاخانه اندرا گاندی فعال شده و امروز همه ما جمع شدیم که این موفقیت رو جشن بگیریم. قابل مللی ارگانون چه خاصتاً اروپایی کمیته چه پده که دخیل ده مون داغوی زنی بیا توقع او تقاضا لرو چه راشی او داغ پروژه زمون تکمیل کندی. از سوی هم معین ارزی خدمات وزارت صحت عامه میگوید که در تلاشند تا با معیاری سازی شفاخانه ها و تضمین کننده کیفیت دارو ارزی خدمات را برای مردم بیشتر بسازند. مک طول و گمرکاتو تا دی دواد غزال اداره چه نمایندگان لگلی دی هوی التا فیزیکی ډول سره هر څو ګوري او سیمپلګری کیږي او مرکزی لابراتوار ته لگل کیږي. به گفته آقای عمر اکنون بیماران در کشور 77% هزینه های درمان را خودشان میپردازند و وزارت صحت در تلاش است تا این درصد را کاهش بدهد. درملن او تشخیص کی و 100% یو کورنۍ ونده اخلي په داسې یو غریب او لویدلی هیواد کې په داسې جنگ ځپلی هیواد کې دا یو ډیره ستونزمنه خبره ده. زموږ کوشش به دای چې دا فیصدی را ټیټه کړو. بر بنیاد گزارش مؤسسه حمایت از کودکان 60% کودکان در افغانستان به علت اوضاع بد اقتصادی خانواده ها به خدمات صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه از افزایش گونه تازه ویروس کرونا در کشور نگران است. مسئولان در این وزارت گفتند در 24 ساعت گذشته 629 رویداد مثبت گونه تازه ویروس کرونا در 17 ولایت کشور به ثبت رسیده. فخری رادفر جزئیات می‌دهد. مسئولان در وزارت صحت میگویند که در 24 ساعت گذشته 629 تن به گونه های تازه ویروس کرونا دچار شده اند. این وزارت میگوید که برای پیکار با گونه های تازه ویروس کرونا با چالش های گوناگونی روبرو هستند. 629 واقع مثبت در 17 ولایت به ثبت رسیده که بیشترین مبتلایان در ننگرهار بودند. 127 واقع مثبت داشتیم. بعد از او کابل است که 102 واقع مثبت به ثبت رسیده و بعد از او هم غزنی، پنجشیر، پکتیا، بلخ و به این ترتیب دیگه ولایت ها هم هستند. متاسفانه بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان آنها کمک های خود را بند کردند که سبب شدند تا در این پروژه چالش ها به میان بیاد. از سوی همسر طبیب شفاخانه افغان ژاپن نیز میگوید گونه تازه ویروس کرونا با شتاب در حال همگیری است، اما این شفاخانه تا اکنون کیت تشخیصی اومیکرون را ندارد. تفریقی تشخیص کو یا دی دی ایکس کو چې دا الفا تا بیتا دا دلتا تا یا اومیکرون دا نو ها خاص رجنټونه موږ د اومیکرون لپاره نه لرو، ولی مجموع کې چې نور عموما کرونا تشخیصی اگر اثر شته ما به طرف پیک روان هستیم. واقعات روز بر زیاد میشد. اگر اسپانسر مالی اسپانسر درست مانند شفشیم شاید مانند این همون خدمات را که باید انجام بدیم او را انجام بدیم. در همین حال امروز یک نهاد خیریه در پایتخت نیز بسته های صحی از جمله 120 بالون اکسیژن به این شفاخانه کمک کرد. امروز در افغان ژاپن هستیم. 120 دانه سیلندر به همراه اکسیژن و 15000 ماسک همچنان رگولیتر و سانیتایزر داشتیم امروز. در این میان شهروندان نیز از شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور نگران هستند. مرض کرونا شیوع کرده. نسبت به ما از چهار طرف خود میشنویم از دور پیشتر کرده، شدت زیاد شده. از شهریای محترم، از مردم شهر کابل، از تمام مردم کابل تقاضا میکنیم که کرونا را جدی بگیرند. از امارت اسلامی خواهش مندیم که چون شفاخانه یک شفاخانه از کابل با یک شفاخانه رسیدگی نمیشه و حتی مریض میمره کسی حلاجش نمیکنه و از کشورهای دیگه‌ای که کمک میآید باید به مریضا رسیدگی شوه. با این که شفاخانه افغان ژاپن یگانه مرکز درمان بیماران کووید 19 در پایتخت به شمار می رود، اما پایان قرارداد حمایوی این شفاخانه با نهاد صحی جی بایگو مسئولان این شفاخانه را نگران ساخته است. آنان می گویند که اگر وزارت صحت و نهادهای بین المللی با بخش صحت در افغانستان همکاری نکنند، آنان به چالش جدی تری در مبارزه با کووید 19 مواجه خواهند شد.
همکنون تنها 9 پرورشگاه دولتی در کشور فعالند. هرچند افزایش شمار کودکان به سرپرست سبب نگرانی در میان مردم شده، اما وزارت کار امور اجتماعی گفته که از میان 68 پرورشگاه در کشور تنها 9 پرورشگاه دولتی، 36 پرورشگاه خصوصی به فعالیت ادامه می دهند. اسما ساین جزئیات می دهد. با آنکه زندگی دور از خانواده طاقت فرسا است، اما هستند هنوز هم کسانی که پدر و یا نانآور خانه هایشان را از دست دادند و اکنون در پرورشگاه ها زندگی می کنند. هدایت الله 6 سال می شود در یکی از پرورشگاه های پایتخت به سر می برد. او می گوید که پدرش را 6 سال پیش در یک رویداد از دست داد و یک سال پس از آن مادر بیمارش وی را تنها گذاشت. خواستم از امارت اسلامی است که به مثل ما و کسانی که پدر مادر ندارن توجه کنند. همکنون هزاران کودک محروم از خانواده در پرورشگاه های کابل و ولایات زندگی می کنند. پدرم در ملی اردو شهید شد، مادرم مریض بود مرد، دایجا بابی مرا شامل کرد، دایجا زیاد خوب هستم، هر کس بر ما کمک میکنه. برای ما کمک کنه دایجا، ما دایجا هستیم، برای ما کمک کنه. اما به نظر می رسد مرکزهای تربیه و نگهداری کودکان بی سرپرست با کمبود امکانات و منابع روبرو اند. قبلا برشان از بیرون که فراهم شده بود کورسای آموزشی در بخشهای متفاوت و مختلف بود که فعلا متاسفانه ما امکانات نداریم، اما برنامه هایی که در خود پرورشگاه، پروگرام هایی که در خود پرورشگاه است، در بخشهای آموزش های فنی و عرفوی، بخشهای تدبیر منزل، بخشهایی که متعلق به خود پرورشگاه بود فعلا همجریان داره. وزارت کار امور اجتماعی می گوید که از میان 68 پرورشگاه دولتی و خصوصی شماری از پرورشگاه ها به فعالیت هایشان ادامه می دهند. ما فعلا پرورشگاه نو پرورشگاه دولتی فعال داریم و تقریبا 36 پرورشگاه خصوصی هم فعال داریم که فعالیت میکنه و ما در صدد ازی هستیم که دوباره پرورشگاه ما با عقص بودجه آغاز با کار بکنیم. آنچه که افزایش روزافزون کودکان بی سرپرست در کشور گفته می شود نگرانی های را به بار آورده است. مردم افغانستان دست به دست به یکی بدن و در حقیقت همه کسایی که کم داروی هم دارن، اگر ما 200 افغانی هم با یکی در از یک کوچه جمع کنیم، میتونیم که در حقیقت اقلا یک قلم کاغذشان، اقلا یک بودشان، اقلا یک جرابشان، اقلا یک تیلشان به دست بریم. بر بنیاد برخی از آمارها، هرچند شمار کودکان بی سرپرست در پرورشگاه های کشور به حدود 10,000 تن می رسید، اما با تعطیل شماری از این مراکز تربیه و نگهداری کودکان، شمار کودکان بی سرپرست هم در چنین مرکزها کاهش یافته است. ادامه خبر 6. برق پارک‌های صنعتی به گونه کامل قطع شده. اتاق صنایع و معادن گفته که قطع کامل برق ده‌ها کارخانه را از فعالیت باز مانده و صدها نفر را بیکار ساخته. تمیم شهیر جزئیات می‌دهد. اتاق صنایع و معادن قطع کامل برق کارخانه‌های صنعتی را بی پیشینه می‌داند و تأکید می‌ورزد که این مشکل میزان تولید بسیاری کارخانه‌ها را به صفر رسانده است. مسئولان این اتاق ادعا دارند که شرکت برشنا به تعهد خود درباره وصل برق در پارک‌های صنعتی عمل نکرده است. از 10 روز به ایسو یک بار دیگر به طور عموم و به طور خاص پارک‌های صنعتی به برق شده و متاسفانه که به طور کامل پرچاو شده. این کارخانه که در بخش ابزارهای ساختمانی فعالیت دارد، تولیدات آن از 10 روز به این سو به دلیل نبود برق متوقف شده است. مسئول کارخانه میگوید که ادامه بی‌برقی کارخانه اش را ورشکست خواهد کرد. یک چیز اساسی است که در فابریک داره برق است. برق نباشه، یعنی فابریک کلا فلج است، کاروبار فلج است در افغانستان. حالا کارگران این کارخانه در بیکاری به سر میبرند. کارگرها دیگه یعنی کار که نمیتونه، باید کل کارگرها یعنی پرچم شده دیگه، باید مجبور بره آن. برق نباشه دیگه پیسام نمیتونه، پیسام نیستم، دو خانه خرج با کار است، دو خانه 6-7 نفر کلش نان میخوره، اونا دور پیسه با کار است اونا. با تماس های زیاد شرکت برشنا حاضر به گفتگو با ما در این باره نشد.
آمارهای اتاق صنایع و معادن نشان می‌دهد که در شهر کابل 1100 کارخانه در 100 سکتور فعالیت دارند و برای صدها نفر زمینی کار را فراهم کرده است. از بهای ارزها هم بدانید. یک دلار امریکایی 98 افغانی و 50 پول، 1 یورو 111 افغانی و 80 پول، 1 درهم امارات 26 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار هندی 1240 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 552 افغانی. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. برمیگردیم با فراخبر زود، اما حالا بدرود.